لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر. چهارمین تلاش ناکام ایران برای پرتاب یک ماهواره. ظفر در نیمه راه از رفتن باز ماند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم دلیل شکست پی در پی برنامه فضایی ایران چیست؟ همچنین در برنامه امشب ایران میگوید بزرگترین حمله سایبری به زیرساخت‌هایش را دفع کرده. اینترنت اما همچنان با اخلال و قطعی روبروست. علت چیست؟ تحریم، بیکاری، گرانی، کشته شدن معترضان، سرنگونی هواپیما و چیزهای دیگر. سایه یک سال حادثه و فاجعه بر سر جشنواره فیلم فجر. این ادعامون میشه. خب بیایم صدای مردم باشیم. بیایم خسارت رو ازشون کم بکنیم. چیکار میتونیم بکنیم که بدون اینکه بخوان هزینه های گزاف و سنگین بدن بتونن اعتراضشون رو مطرح بکنن؟ اعتراضی که به حقه. قهر کردن و اینا راه چاره نیست. من نمیام. خب نیا. و شبی که چشم جهان به هالیوود دوخته شده، برنده های اسکار 92 تا ساعتی دیگر مشخص میشوند. روی فرش قرمز منتظر آمدن ستارگان سینما و مشخص شدن آراء نزدیک به 9000 عضو اسکار هستیم تا ببینیم امشب چه کسی با مجسمه طلایی از اینجا به خانه میره. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. چهارمین تلاش ایران برای قرار دادن ماهواره مخابراتی در مدار زمین شکست خورد. ماهواره موسوم به ظفر، همان ماهواره‌ای که قرار بود عکس قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس را به زمین مخابره کند. وزارت دفاع گفته این ماهواره به سرعت لازم نرسید تا در مدار قرار بگیرد و در اقیانوس هند سقوط کرد. ایران در حالی به تلاش‌هایش برای پرتاب ماهواره ادامه می‌دهد که مقام‌های آمریکایی درباره برنامه فضایی این کشور هشدار دادند. آمریکا ایران را متهم کرده که از برنامه فضاییش به عنوان پوشش برنامه توسعه موشک‌های بالستیک استفاده می‌کند. در برنامه امشب می‌پرسیم چرا این ماهواره سقوط کرد و چقدر غرب باید نگران برنامه ماهواره ایران باشد. اول گزارش ببینیم از پرهام قبادی. شمارش معکوس برای دستاورد علمی ایران یا تنشی تازه بین تهران و غرب. بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد. برنامه فضایی که ایران آن را مایه افتخار ملی می‌داند و غرب مایه نگرانی. اما غرب دلواپس چیست و آیا این ترس ریشه در واقعیت دارد؟ برای پرتاب ماهواره به فضا به سه چیز نیاز است: جایگاه پرتاب، ماهواره و موشک ماهواره بر. نگرانی غرب از این موشک است. اما چرا؟ دلیل اول این است که فناوری ساخت موشک ماهواره بر و موشک های قاره پیما بسیار شبیه به هم است. ایران تنها موشک های با برد کوتاه و متوسط دارد. موشک های قاره پیما به موشک های با برد بالای 5500 کیلومتر میگویند که برای حمله کلاهک هسته ای هستند و در خاورمیانه تنها اسرائیل این موشک ها را دارد. اما شباهت و فرق این دو موشک چیست؟ موشک ماهواره بر به فضا پرتاب می شود، پس از تمام شدن سوخت اولیه بخشی از موشک جدا می شود، سوخت بعدی عمل می کند و در نهایت ماهواره از این موشک جدا شده و در مدار زمین قرار می گیرد. موشک قاره پیما هم به همین صورت عمل می کند، اما معمولا از جای مخفی شلیک می شود. پس از جدا شدن بخش اولیه و خروج از جو زمین شروع به سقوط می کند و در نهایت کلاهک های هسته‌ای به سمت هدف پرتاب می شوند. به همین خاطر طراحی و ساختشان پیچیده تر است و درست به همین دلیل است که آمریکا و شوروی سابق از ساخت موشک‌های قاره پیما به موشک‌های ماهواره بر رسیدند و نه برعکس. از یک دانشمند و متخصص سلاح‌های هسته‌ای پرسیدم آیا ایران تصمیم دارد مسیر معکوس را برود آنطور که غرب عنوان می‌کند؟ در مورد کره شمالی هم این نگرانی وجود داشت که پرتاب ماهواره کمک میکنه به حرکت این کشور به طرف طراحی و ساخت موشک‌های قاره پیما. اما در سال 2017 وقتی نهایتاً موشک‌های با برد بلندشون رو آزمایش کردن، فهمیدیم که اونها نسل کاملاً جدیدی از موشک‌ها هستند و تا جایی که ما متوجه شدیم ربطی به موشک‌های ماهواره بر نداشتند و
و به نظر می اومد فناوریش رو مخفیانه از جایی خریدن. قطعا پرتاب ماهواره به تربیت کادر مهندسیشون کمک کرده بود، اما سامانه پرتاب ماهواره در نهایت به موشک غارپیما تبدیل نشد. موشک‌های غارپیما دست کم سه برتری اساسی نسبت به موشک‌های ماهواره بردارند. به دلیل ورود مجدد به جو زمین با سرعت بالا که ایجاد حرارت می‌کند و همچنین قابلیت هدفگیری، مهندسی بسیار پیچیده‌تری دارند. چون در شرایط نظامی استفاده می‌شوند، باید به سرعت آماده و شلیک شوند. به همین خاطر برای اینکه قبل از شلیک مورد هدف دشمن قرار نگیرند، باید قابل جابجایی باشند، برخلاف موشک‌های ماهواره بر که از سکوهای ثابت پرتاب می‌شوند. با توجه به این پیچیدگی‌ها، آیا ایران می‌تواند در کوتاه مدت آنطور که غرب می‌گوید به موشک‌های غارپیما دست پیدا کند؟ اگه فناوری ایران که خودشون ساختن این چیزیست که الان میبینیم، برای رسیدن به موشک‌های غارپیما راه بسیار طولانی در پیش دارن. اما اگه بتونن کاری که کره شمالی کرد رو بکنن، یعنی فناوری رو وارد کنن و از تجربه‌های گذشته‌شون استفاده کنن، در این شرایط شاید ساختش خیلی سریع‌تر باشه. اما کشورهای مانند ایران و کره شمالی که تحت شدیدترین تحریم ها هستند، چرا باید به سمت برنامه فضایی قدم بردارند؟ قرار دادن ماهواره در مدار فضایی تنها به دلیل کاراییش نیست، بلکه نشانه از جایگاه و اعتبار بین المللیش هم هست. مثلا در مورد کره شمالی نه تنها میخواستن به دنیا نشون بدن که توانایی این کار رو دارن و در نهایت ماهواره‌ای در مدار زمین داشته باشن، بلکه میخواستن گروهی از مهندس‌ها رو تربیت کنن که این کارها رو یاد بگیرن و تربیت کادری از چنین مهندسایی به درد کارهای غیر از پرتاب ماهواره هم میخوره. این لحظه پرتاب ماهواره بومی ظفر قرار بود اولین فعالیت ماهواره ظفر در فضا مخابره کردن عکس قاسم سلیمانی باشد، پیامی سیاسی برای فعالیتی علمی و خودکفایی متخصص که البته ناموفق بود. پرهام قبادی، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع، مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی از سنگالن سوئیس با ماست و همچنین فرزین ندیمی پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ماست. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای طلعتی، ابتدا از شما شروع بکنیم. فکر میکنید که علت شکست های پی در پی ایران چی میتونه باشه؟ خب ببینید، به نظر میرسه که اون ضعف تکنولوژیکی که ایران توی این زمینه داره یکی از موانع اصلی ایران برای رسیدن به اون اهداف پرتاب به ماهواره هاش باشه. یعنی از تکنولوژی لازم و کادر مربوطه برخوردار نیست تا بتونه این قضیه رو انجام بده، و این هم دلیلش همون تحریم های گسترده ای هستش که از طرف غرب بر ایران اعمال میشه و ایران نمیتونه دسترسی به تکنولوژی، به نیروی انسانی مورد نظرش و همچنین وسایل مربوطه رو داشته باشه. این از عوامل اصلی هستش و در داخل ایران هم هنوز نتونستن اینها این تکنولوژی رو به قدری بومی بکنن که بتونن از طریق این تکنولوژی این عمل رو انجام بدن. اینها همه باعث شده که تمام تلاش‌های ایران مبتنی بر آزمون و خطا باشه، یعنی نتونن از همون اول تمام مسائل رو حساب بکنن و با هر خطایی که مرتکب میشن، با هر آزمونی که انجام میدن و خطاهای مربوطه رو بررسی میکنن، میرن برای قدم بعدی. این چیزی هستش که سال هاست داره توی ایران انجام میشه. آقای ندیمی، ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید علت شکست چی بوده؟ به نظر من این نوع شکست ها برای برنامه های فضایی یا موشکی تا حدی طبیعی هستش در مرحله تحقیقاتی و پژوهشی. همونطور که گفته میشه همچنان راکت سیمرغ در مرحله پژوهشی قرار داره. اگر این گفته رو بپذیریم، پس بنابراین نمیشه خیلی انتظار داشت که به موفقیت برسه. یک اصل شناخته شده هست در علم ساخت راکت که در حقیقت شما حدود 40 تست در ظرف یک دهه، یعنی سالی 4 تست باید از یک راکت رو انجام بدیم تا بتونیم بعد از یک دهه به تثبیت اون طرح برسیم. و من فکر میکنم
در اون مسیر دارن پیش میرن. ممکنه تحریم ها باعث بروز مشکلاتی بشه، ممکنه که به خاطر تحریم ها بودجه لازم رو نتونن تخصیص بدن به اینو برنامه ها، ولی به نظر من در اون مسیر دارن پیش میرن و ما باید صحبت های امروز آقای حاجی زاده و سلامی رو هم در نظر بگیریم که در زمانی که رونمایی کردن از چند تکنولوژی که صنایع فضایی سپاه تکامل داده، به نظر من اهمیت بسیار زیادی دارن اگر ما بخوایم این اتفاقات رو در کنار یکدیگر نگاه بکنیم. آقای طلعتی، با توجه به شکست‌هایی که ایران خورده و سازمان فضایی ایران ابراز امیدواری کرده که تا ماه مارس 2021، یعنی تقریبا یک سال و دو ماه دیگه، 5 ماهواره دیگه هم بسازه، چقدر میشه خوشبین بود که این 5 ماهواره ساخته بشه و با موفقیت در مدار زمین قرار بگیره؟ ببینید، تمام اینها به وضعیت منابع مالی و امکاناتی هستش که در داخل ایران در دسترس سازمان‌های مربوط به این قضیه قرار خواهد گرفت، و با توجه به اینکه فعلا وضعیت اقتصادی و وضعیت تحریم‌ها به قدری هستش که ایران رو کاملا به انزوا و از نظر اقتصادی کاملا تضعیف کرده، به نظر نمی‌رسه که بودجه کافی برای تأمین مسائل علمی چندان در دسترس سازمان‌های مربوطه باشه. بنابراین اگر این تحریم‌ها و این فشارهای اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اینها مجبور هستن که برخی از تلاش‌های تحقیقاتیشون رو کنار بگذارن و قاعدتاً به اون نقطه‌هایی که در طی زمان چیز کردن، تعیین کردن، نخواهند رسید. این چیزی هستش که در بلند مدت رو خواهد داد. ولی از طرف دیگه ایران هم تا حالا نشون داده که توی این قضیه ثابت قدم هست و میتونه از منابع مالی جاهای دیگه کم بکنه و اختصاص بده به این قضیه. ولی وقتی به قول معروف کفگیر به ته دیگ بخوره، قاعدتاً بودجه این سازمان‌ها هم قطع خواهد شد. آقای ندیم، فکر می‌کنید علت پافشاری ایران چیه با توجه به فشار مالی ناشی از تحریم‌ها و فشاری که مردم دارن تحمل می‌کنند؟ چرا ایران اینقدر پافشاری می‌کنه بر برنامه ماهواره‌ایش؟ ببینید، از یک نظر اون غرور انقلابی هستش که هر سال ما در حدود دهه فجر می‌بینیم تلاشی برای پرتاب ماهواره انجام می‌گیره. از طرف دیگه به هر حال ایران یک هدفی داره برای رسیدن بهش، چندین هدف داره که پرتاب ماهواره به ماهواره‌های عملیاتی با کارایی بالا به ارتفاعات قابل توجه جز اون هدف ها هست. حالا چطوری به این هدف برسه، با صرف چه هزینه‌ای و در چه بازه زمانی، اون یک بحث جداگانه هست. ولی به نظر من به تدریج این بودجه ها تأمین میشه، همطور که گوینده دیگر فرمودن، که به اون هدف ها برسیم. ولی این بودجه از کجاها، از چه منابعی منتقل میشه به برنامه های موشکی و پرتاب ماهواره، باید دید. این نکته رو باید توجه داشت که برنامه موشکی و پرتاب ماهواره ایران هر دو به وسیله وزارت دفاع اداره میشن و بودجه های دفاعی تا یه قسمتی شفاف هست، قسمت قابل توجهش شفافیت نداره و ما نمیدونیم تا چه حد صرف برنامه های موشکی ایران و همینطور برنامه پرتاب ماهواره ایران میشه. هیچ شفافیتی در این زمینه وجود نداره. ولی خب به نظر میرسه که بودجه قابل توجهی صرف این برنامه میشه. آقای طلعتی، آمریکا ابراز نگرانی کرده، در واقع هشدار داده به ایران درباره این پرتاب موشک حامل ماهواره و اون رو ناقض تعهدهای ایران در چارچوب مصوبه شورای امنیت دونسته. فکر می‌کنید علت نگرانی آمریکا چی میتونه باشه؟ ببینید، آمریکایی‌ها از این قضیه نگرانی دارن که تمام تحقیقات ایران توی این زمینه در واقع پوششی باشه برای اهداف نظامی ایران توی زمینه فناوری تسلیحات موشکی که ایران هم تا حالا هیچ ابایی برای مخفی کردن اونها نداشته، یعنی کاملا آشکار هر وقت خواستن موشکی رو زدن گفتن و عملا در معرض چشم جهانیان قرار دادن. بنابراین این ترس وجود داره و این ترس هم ناشی از یک فضای بی‌اعتمادی هستش که بین ایران و آمریکا و کشورهای منطقه، یعنی متحدین منطقه‌ای آمریکا وجود داره. این ترس سال‌هاست که دیگه در داخل منطقه نهادینه شده و با توجه به رفتارهای بعضن اشتباهی که توی تبلیغات تسلیحات نظامی ایران از سوی ایران نشون داده شده، باعث تحریک این طرف‌های متقابل ایران شده و
باعث شده این جو بی‌اعتمادی به وجود بیاد. بنابراین حتی حرکت‌های صلح‌آمیز ایران تو زمینه‌های علمی که فرستادن ماهواره هست، حتی توی زمینه هسته‌ای برای مصارف پزشکی هم از نظر آمریکا مسائل شبهناکی هستن که میتونه در خدمت مقاصد نظامی ایران قرار بگیره. میگم این قضیه قبل از اینکه به مسائل واقعی ربط داشته باشه، یک مسئله روانی و یک مسئله بی‌اطمینانی هستش که بین دو کشور و داخل منطقه چندین سال هستش که جریان داره و از این قضیه ناشی میشه. آقای ندیمی، فکر می‌کنید که نگرانی آمریکا بیشتر ناشی از مسائل روانیه؟ به نظر من این نگرانی تا حدی به جا هستش. این نکته رو باید مجددا تکرار بکنم که برنامه فضایی و پرتاب ماهواره ایران هر دو به وسیله وزارت دفاع و سپاه پاسداران اداره میشه و شفافیتی در مورد اداره و اهداف اون چندان وجود نداره. این نکته رو باید در نظر داشت که پرتاب، هرچند که پرتاب کننده ماهواره سیمرغ ممکنه توانایی تبدیل شدن به یک موشک قارپیما رو نداشته باشه، ولی فناوری هایی که در کنار این برنامه توسعه داده میشه، از جمله مراحل جدایش مراحل مختلف راکت، دینامیک و ایرودینامیک پیشرفته موشکی، همچنین برگشتن مراحل موشک به جو، تمام اینها داده هایی میتونه به دست بده که برای ساختن موشک های دوربردتر قارپیما با توانایی گریز از پدافند های ضد موشکی کمک میکنه. همین امروز از فناوری های رونمایی شد که به طور مستقیم میتونه برای ساخت موشک های دوربرد، خیلی دوربردتر، یعنی میانبرد بالای برد 3000 کیلومتر تا احتمالاً برد های 5500 کیلومتر کارایی داشته باشه، بدنه کامپوزیتی، موتورهای کامپوزیتی و همینطور امکان تغییر بردار رانش در خارج از جو، تماماً تکنولوژی‌هایی هستن که مسلماً در روزها و ماه‌های آینده نگرانی‌های بسیار زیادی برای غرب وجود خواهند آورد، به خاطر اینکه اینا میتونن برای ساخت موشک‌های قارپیما و البته همینطور موشک‌های با سوخت جامد برای پرتاب ماهواره به ارتفاعات بالا مورد استفاده قرار بگیرن. آقای طلعتی، آقای ندیمی معتقدند که نگرانی‌های غرب بی اساس هم نیست. ببینید، بس بر سر این کسی منکر تأثیر متقابل صنایع غیر نظامی بر نظامی و صنایع نظامی بر غیر نظامی نیست. یعنی سرریز تکنولوژی بخش نظامی همیشه کمک کرده به بخش غیر نظامی. همین اینترنتی که در خدمت فعلا جهان قرار داره ثمره تلاش وزارت دفاع آمریکا بوده. یعنی اگر بیایم تاریخ صنایع رو بررسی بکنیم، میبینیم که خیلی از صنایع تو زمینه‌های مختلف، تو زمینه هسته‌ای، روباتیک، صنایع خودرو، مخابرات، پتروشیمی، پزشکی و حتی موشکی یک حالت دوگانه داره. یعنی میشه از نتایج تحقیقات در هر دو طرف اضافه کرد، مضافاً بر این که بعضی از کشورها در راستای استراتژی نظامی و دفاعی خودشون صنایع خودشون رو طوری برنامه ریزی میکنن که قابلیت تبدیل شدن به صنایع نظامی رو در زمان جنگ داشته باشن. اروپای جنگ دوم جهانی و خود صنایع آمریکا یه شاهد بسیار خوب بر این مدعا هستش. یعنی کسی منکر این قضیه نیست، ولی آیا اینکه ایران، قطعا ایران هم توی این زمینه استفاده خواهد کرد، ولی اینکه ایران نمیتونه از مسائل باید از این تحقیقات فضایی خودش و پرتاب موشک دست برداره با این شبهه که در خدمت مسائل دفاعی قرار خواهد گرفت، به نظر من این یک امری هستش که بیشتر سیاسی هستش تا امنیتی. بله، واقعیت‌هایی وجود داره، قطعا ایران از این مسائل توی زمینه‌های دفاعی خودش استفاده خواهد کرد، ولی به نظر من بحث اصلی در واقع فرستادن ماهواره‌ها هستش که همونجور که دوست عزیزمون هم گفتن به پرستیژ ایران در سطح جهانی کمک خواهد کرد، به بالا بردن سطح تکنولوژی تو ایران هم قاعدتا کمک خواهد کرد. آقای ندیمی، فرانسه هم از ایران خواسته بود که این موشک ماهواره رو پرتاب نکنه، اما ایران این کارو کرد. چه تبعاتی ممکنه داشته باشه برای ایران این اقدام؟
من فکر میکنم مجددا یک موجی از انتقادات علیه ایران ایجاد خواهد شد، محکوم خواهد شد از طرف بعضی از کشورها، ولی به نظر من هدف اصلی و نگرانی اصلی نسل‌های آینده ماهواره برهای ایران خواهد بود، ماهواره برهای سوخت جامد ایران که امروز گفته شد که در روند ساخت و توسعه قرار دارند. به نظر من باعث نگرانی‌های بسیاری خواهد شد، برای اینکه اون موشک‌ها هستند که قابلیت تبدیل شدن به موشک‌های قاره پیما رو خواهند داشت، و طبیعتاً وقتی که این نگرانی وجود داشته باشه که ایران ممکنه زمانی دنبال ساخت کلک‌های اتمی بره، سلاح اتمی بره، طبیعتاً در اختیار داشتن یک فناوری تثبیت شده و بالغ شده برای ساخت موشک‌های با برد بیش از 5500 کیلومتر بسیار باعث نگرانی غرب خواهد شد، و احتمالاً سعی خواهند کرد که مجدداً این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل بکشونند. متشکر از هر دوی شما، فرزین ندیمی و مهدی طلعتی. ایران میگوید امروز هم موج بزرگی از حملات سایبری را تجربه کرده و دلیل قطع حدوداً یک ساعته اینترنت در روز گذشته حمله سایبری بوده. مبدأ حمله شرق آسیا و آمریکای شمالی بوده، اما عامل حمله معلوم نیست که چه فرد یا نهادی بوده. این البته اولین بار در یک دهه نیست که ایران هدف حمله سایبری قرار گرفته. آذر پارسال به گفته وزیر ارتباطات دو حمله به سیستم‌های دولتی ایران ظرف یک هفته انجام شد که هر دو خونسا شد. محمد جواد آذری جهرومی گفته بود حمله‌های سایبری سازمان یافته دولت الکترونیک ایران را هدف قرار داده بود. حملاتی که ایران گفت آن را با سپر دشفا یا همان سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات دفع کرده. بزرگترین و خبرسازترین حمله سایبری شاید حمله استاکسنت به تاسیسات اتمی ایران در خرداد 89 باشد. در این حمله بدافزاری به نام استاکسنت تاسیسات هسته‌ای نتنز را آلوده کرد. با اینکه ایران دو کشور آمریکا و اسرائیل را متهم کرد و بعدها اسنادی هم در ویکی‌لیکس منتشر شد، اما هنوز جزئیات آن حمله روشن نشده. گفته می‌شود حمله استاکسنت تأخیر قابل توجهی در برنامه‌های هسته‌ای ایران ایجاد کرد. ما برای بررسی بیشتر این حمله سایبری همکارم بهرنگ تاج‌دین در استودیو به ما پیوسته. بهرنگ، اساساً چقدر این حمله جدی بوده؟ ببین، این حمله‌ای که ظاهراً دیروز و امروز شنبه و یه شنبه اتفاق افتاده، این ابتدایی ترین و ساده ترین نوع حمله سایبریه. خیلی با این که شما مثلاً چند هزار نفر رو جمع کنی، ازشون بخوای که زنگ بزنن، همزمان با هم زنگ بزنن به آتش نشانی، پلیس یا اورژانس و اینجوری خطوط تلفن رو اشغال کنن، خیلی با این فرق نداره. این حمله دیداسه یا حمله توزیع شده محروم سازی از خدمات، اسم سختش رو بذاریم کنار، ولی دقیقا مثل اینه که شما تو حمله های دیداس اتفاقی که میفته اینه که یه شبکه ای از کامپیوترهای آلوده معمولا اون عامل حمله در سراسر دنیا داره. اینه کامپیوترهایی هن که قبلا بدافزار گرفتن و از همه این کامپیوترها میخواد که معمولا مثلا برن هی بخوان یه سایتی رو باز کنن، و اینجوری انقدر درخواست میدن به سرورهای اون سایت که آدمایی که واقعا میخوان اون سایت رو برن ببینن نمیتونن برن ببینن. حالا تو این حمله دیروز اون اطلاعاتی که مقام‌های ایران دارن میدن و تا الان دادن اینجوری به نظر میاد که هکرها به جای اینکه یک سرور خاص رو هدف بگیرن، شبکه اینترنت ایران اون زیر ساخت رو هدف گرفتن. به معنی اینه که باز اگه مثال تلفن رو بخوایم استفاده کنیم، مثل اینه که مثلا تلفن خونه رو هدف بگیری و در نتیجه اون آدمایی که میخوان حالا به جای دیگه زنگ بزنن، کسی که به تلفن خونه مستقیم نمیخواد زنگ بزنه، آدمایی که میخوان به جای دیگه زنگ بزنن نمیتونن زنگ بزنن. نتیجه این داستان، نتیجه این حمله، نتیجه این گفته شده 180 میلیون درخواست بر ثانیه این بوده که حدوداً 25% ترافیک اینترنت ایران کم شده و خیلی آدم‌ها نتونستن مثلا رو گوشیشون یا روی مثلا لپتاپشون می‌خواستن یه سایتی رو باز کنن یا یه سرویسی دسترسی پیدا کنن، اون سایت باز نمی‌شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون زیرساخت شبکه اینترنت ایران هدف این حمله بوده. خب اساساً اینکه اینا تونستن به همون زیر ساخت حمله بکنن نشونه چی؟ آیا نشون دهنده ضعف‌های امنیتی اینترنت ایرانه؟ نه لزوما، به خاطر اینکه ببین این
حمله های دیداس ساده ترین نوع حمله سایبریه، از یه جهت شبیه سرماخوردگیه بین بیماری ها. ببین ما برای خیلی بیماری های سخت تر تا الان تونستیم واکسن درست کنیم، از فلج اطفال گرفته تا سرخک و سرخچه و الی آخر، ولی واسه سرماخوردگی نتونستیم. مسئله اینه که انقدر روش های انجام اینجور حمله های دیداس گسترده است که یه راه حل دائمی براشون شاید نشه پیدا کرد. ولی مسئله اینه که آخر حمله دیداس اینه که شما نمیتونی یه سایتی رو باز کنی برای چند ساعت، اطلاعات توی اون سایت هیچ تغییر نمیکنه. شبکت یه خورده کند میشه و معمولا یکی از روش هایی، حالا من میخوام سادهش کنم، یکی از روش های جلوگیری از این حمله ها اینه که میان شما یه دونه سیستم قربال دیگه میذارید که درخواستا رو از یک سری از مثلا آی پی هایی، از یک سری از کامپیوترهای این ور اونور دنیا که زیاده از حد درخواست میفرستن، این درخواستا رو بلوکه میکنین که بقیه که درخواستای واقعی فقط بیاد. نتیجه داستان این میشه که اینترنت کند میشه. خب به همین خاطر این سیستم قربال شما هر بار باید پیاده کنی. حالا میتونی اسمشو بذاری سپر دژفا، میتونی اسمشو بذاری مثلا یه روش جلوگیری از کارکرد دیداس. مثلا اینی که خود حمله ابتداییه، روش مقابله باهاش هم ابتدایی و ساده است و در نهایت هم ضربه خاصی نمیزنه. شما ممکنه مثلا میگم اینترنتت برای یه مدت از کار بیفته یا کند بشه، اتفاق شدیدتری نمیفته. تا چقدر ممکنه این کند بودن یا از کار افتادن طول بکشه؟ بسته به اینی که اون طرف مقابل چقدر از این باتنت ها، چقدر از این شبکه های کامپیوتر آلوده دسترسی داره، چقدر میخواد خرج بکنه و چقدر بقیه وارد نمیشن. بخاطر اینکه این ترافیک ایجاد میکنه، شما خیلی وقتا مثلا تو یه همچین موردی ممکنه مثلا شبکه های اینترنت کشورهایی که این دستگاه آلوده توش بوده و از اون نوبر حمله استفاده می شده، اون شبکه ها وارد عمل بشن و جلوی کار رو بگیرن، به خاطر اینکه کلن ترافیک الکی درست میکنه. در نتیجه این کار رو میشه ادامه داد، ولی از داخل و خارج از ایران یه ده زیادی به نفعشونه که جلوی اینها رو بگیرن. و معمولا در حالت عادی وقتی یه سایتی مثلا مورد حمله دیداس قرار میگیره، معمولا 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر نباید طول بکشه تا بتونه جلوی حمله رو بگیره. حالا با این اوصافی که میگه که این حمله خیلی ابتدایی بوده و فرضاً مثلا اطلاعاتی دزدیده نشده، آسیبی به هیچ زیرساختی زده نشده، چی به دست آورده عامل حمله؟ سوال خوبیه. میتونه یه قدرت نمایی باشه، میتونه یک تلاش ساده برای خرابکاری باشه. راستشو بخواین نمیشه با قطعیت هنوز گفت، چون هیچ اطلاعاتی نداریم. ولی مسئله اینه که شما یه ذره اگه بلد باشی چه شکلی به دارکنت، به اون اینترنت تاریک وصل بشی که یه براوزر تمام چیزی که لازم داری و یه خورده بیت کوین داشته باشی، آدمایی هستن که این سرویس رو میفروشن که بیا مثلا بگو به کجا میخوای حمله دیداس بکنیم، من یه باتنت دارم میتونم وسط مثلا نیم ساعت حمله دیداس بکنم اونجا رو از کار بندازم. یعنی یه خورده پول میخواد و اینکه بتونی بری بخری. اتفاقا صحبت از هکرهای اجاره‌ای هم که کرده بود معاون وزیر ارتباطات به خاطر همینه. شما میتونی بری اجاره کنی، یه سرویس برات این کارو میکنن. حالا فایدهش چیه مهم نیست. ببین این خیلی با مثلا حمله‌ای که پارسال وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات گفته بود، شما هم تو مقدمه اشاره کردی، فرق داره. مثلا عامل حمله پارسال یک گروه معروف به APT27 یا پاندای دیپلمات، پاندای فرستاده، که یکی از این گروه‌های هکر که متهم به ارتباط با دولت چینه. به اون گروه ها میگن پاندا، به گروه های ایرانی میگن گربه، به گروه های روس میگن خرس. حالا کاری نداریم. به هر حال اون یک گروه هکر خیلی پیشرفته مرتبط با یک دولت بزرگه که دنبال این بوده که ظاهراً یه اطلاعاتی رو بدزده. یا استاکسنت چیزیه که ما بر اساس تمام شواهدی که منتشر شده میدونیم یه پروژه چندین و چند سال وقت برده از دستگاه‌های اطلاعاتی حداقل یک کشور، احتمالاً بیشتر از یک کشور. این خیلی قابل مقایسه نیست با این حمله‌ای که شما میتونی با خرج کردن یه خورده بیت کوین یه نفری رو تو اینترنت پیدا کنی که این کارو وسط انجام بده. مثلا مثالی که زدی بهترینه، یه جور سرماخوردگیه، خیلی بیماری جدی نبوده. متشکرم. بهرنگ تاشین در استودیو با
رئیس جمهوری آلمان برخلاف سالهای گذشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همتای ایرانیش تبریک نخواهد گفت. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آلمان گفته که با توجه به تحولات ماه‌های اخیر در ایران امسال فرانک والتر اشتاینمایر پیام تبریکی به حسن روحانی نمی‌فرستد. رسانه‌های آلمان به سرکوب خشن اعتراضات در ایران اشاره کردند که جان صدها نفر را گرفت. سال گذشته پیام تبریک 22 بهمن آقای اشتاینمایر انتقاد بعضی از مدافعان حقوق بشر و ایرانیان مقیم آلمان را در پی داشت. یک روزنامه ایران از سرگردانی خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در کرمان گزارش داده. یک ماه پیش بیش از 60 نفر بر اثر ازدحام جمعیت در این مراسم جانشان را از دست دادند. روزنامه شهروند گفته عده‌ای از بستگان آنها با مراجعه به قوه قضاییه و دفتر رهبر ایران خواستار سران این حادثه شدند. گفته شده که آنها می‌خواهند جان باختگان شهید اعلام شوند. هنوز هیچ فرد یا نهادی مسئولیت حادثه را به عهده نگرفته. استاندار تهران اعلام کرده که این استان 12,000 کلاس درس کم دارد. انوشیروان محسنی بندپی گفته برای جبران این کمبود دولت و سایر دستگاه‌های دولتی 6,000 کلاس درس خواهند ساخت و خیران مدرسه ساز 3,000 کلاس. به گفته او قرار شده هزینه بقیه کلاس‌ها هم از راه فروش اموال آموزش و پرورش تامین شود. نیروهای آمریکایی در افغانستان تایید کردند در حمله فردی که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را به تن داشت دو سرباز آمریکایی کشته شدند. این حمله در ولایت ننگرهار شرق افغانستان رخ داده. وزارت دفاع افغانستان گفته که یک سرباز افغان هم کشته شده. وظیفه یک هنرمند ایرانی پس از وقایع اخیر برای رساندن صدای مردم معترض چیست؟ آیا یک بازیگر سرشناس یا یک کارگردان برجسته باید به جایی مثل جشنواره فیلم فجر برود یا نه؟ داستان این روزهای مسعود کیمیایی و شهاب حسینی را ببینید در گزارش مرزاد کهنروز. جامعه دو قطبی امروز ایران خود یک سینماست. سینمایی که کارگردان ندارد، بازیگر مشخص ندارد، تهیه کننده ندارد، سرمایه گذار ندارد، همه هستند و هیچ کس نیست. درامایی نفسگیر، ژانر تعلیق. این دراما در عین پیچیدگی‌هایش سکانس‌هایی مشخص دارد. سکانس خشم، اعتراض، خستگی، استیصال. درود به همه، درود به مردمم. خیلی بغض دارم. من امسال فیلم ساختم به نام خونشور که در جشنواره فجر هست. خب من هیچ وقت اهل جشنواره نبودم و سمت و سوم همیشه مردم هستن و نگاه میکنیم میبینیم که مردم روزگار سختی رو میگذرونن. همینجور روزی نیستش یه خبرهای بد نشنویم. برجت دلم میخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، مردمی که مسافر بودن. مسعود کیمیایی از برجسته ترین کارگردانهای سینمای ایران است. او در اعتراض به نابسامانی موجود و به ویژه پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی از حضور در 38مین جشنواره فیلم فجر انصراف داد. کارگردان قیصر، داشاکل، رضا موتوری، گوزنها، خط قرمز، سرب، ضیافت و سلطان میگوید مردم دوران سختی را میگذرانند. کارگردانی که 78 سال سن دارد و چند نظام و برهه حساس را پیش روی خود دیده میگوید این شرایط قابل قبول نیست. صداهای موافق و مخالف با دیدگاه او بسیار است، اما یک ساز مخالف تعجب بسیاری را به خود جلب کرد. یکی از محبوب ترین چهره های سینما و تلویزیون ایران، شهاب حسینی. من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلم‌های ایشون داره، میاد امسال باز هم
فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو به اصطلاح نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنایی رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست. او زمانی که در آمریکا بود در متن اینستاگرامی نوشته بود ریاکاری نکنیم، من هم منتقد هستم اما الان وقت کنار کشیدن نیست. این سکانس بی‌نظیر در فیلم اسکاری جدایی. آقا من 10 سال توی کفاشی جون کندم، آخر سر مثل سگ انداختم بیرون، گفتم برو قانون حقتو میده، شکایت کردم 1 سال کشوندنم این برون و 1 سال کشوندنم، آخر سرم هیچی گفتم برو گمشو بشین خونه، ولی این بار نمیزن. نه این بار دیگه از این خبرا نیست. من چیزی واسه باختنم، این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم، من سری جوش میارم نمیتونم صحبت کنم. روزها سخت، فیلم ها کسل کننده، حالا حواشی جشنواره بر متن سوار است. مردم اگر صدای رسایی داشته باشن، اگر از همین تریبون هایی مثل جشنواره و تمام مناسبت هایی که بتونن استفاده بکنن و حرف خودشون رو به گوش کسایی که باید برسونن، نیازی نیست برن تو خیابون با صرف هزینه های جبران ناپذیر و وحشتناک با خسارت های سنگین بخوان فریاد بزنن. صدایی که شنیده نمیشه طبعا بلندتر میشه. ما هنرمندیم، ادعامون میشه خب بیایم صدای مردم باشیم، بیایم خسارت رو ازشون کم بکنیم. جدال میان یک بازیگر سرشناس و یک کارگردان کهنه‌کار تجلی شکاف و اختلافی است کلانتر در سطح جامعه ایران. فیلم جامعه دو قطبی ایران امروز، فیلمی که هرگز ساخته نشد اما همه جا صحبتش هست. فیلمی طولانی، سیاه، طاقت فرسا، پر فراز و فرود. فیلمی پر هزینه در برابر دید و قضاوت میلیون ها نفر از مردم ایران. مهرزاد کهنروز، BBC. امیر پوریا از منتقدان سینما و همچنین منتقد موضع شهاب حسینی هنرپیشه با ما هستند. آقای پوریا، انتقاد شما به آقای حسینی چیه؟ سلام عرض میکنم. انتقاد من به شخص آقای حسینی نیست، به یک رویکرد رفتاریه که کاملا برخلاف آن چیزی است که در ابتدا توی تحریم ایشون مطرح کرد. تأکیدش بر این بود که باید در این نوع مواقع حساس حضور داشت و روی سن آمد، پشت تریبون و میکروفون رفت و اعتراض کرد. حتی توی خود جلسه هم در این باره حرف زد، تو خود گزارش شما هم پخش شد، که باید هنرمندان صدای رسای مردم باشن. ولی تعجب‌آور این است که هیچ نوع اعتراضی نسبت به سیستم رسمی، نسبت به اتفاقات اخیر، اعتراضات آبان ماه، سرکوب‌های دی، هیچ کدوم اینا تو کلامش اتفاق نیفتاد و فقط ابراز تأسف نیمبندی رخ داد نسبت به یک عنوان کلی وقایع اخیر توی گیومه که خودش هم تأکید کرد از هم تفکیک نمی‌کنم و میتونه شامل مصیبت‌هایی که خود سیستم هم بهش خیلی اعتقاد داره هم بشود، که دیگه طبیعتاً در مقابل یه سیستم بهش بگی من همسوی تو هستم اسمش اعتراض نمیشه، این دیگه بدیهی است. و در ضمن درباره مسئله انفجار هواپیمای تهران کیف، نه آنگونه که به عادت گفته میشه سقوط هواپیما، تاکید کرد که داره دنبال واژه مناسب میگرده. این وسط صفت اصلا شایدم عمدی رو به کار برد که از دید خیلی ها همین دال بر حقانیت حرفهای اعتراض‌آمیز او شده. حالا آقای پوری، حالا آقای حسینی نیستن، نمیشه نیت خوانی کرد از صحبتاشون، اما مگر همه هنرمندها باید معترض باشند یا به جنبش‌های اعتراضی بپیوندند؟ ببینید، دیدگاهی وجود داره درباره آثار هنری که میگه اصول خودشون رو نباید نقض کنند. درباره عملکرد گفتاری یک فرد، چه هنرمند، چه نانوا، چه راننده اتوبوس، آنچه که خودش میگه در مقطع بعدی رفتار و گفتارش نباید نقض بشه. ایشون گفت که دلیل حضور ما این است که صدای رسای مردم باشیم. اما بحث من اینه که اعتراضی که ایشون مطرح کرد و بابت این تریبون جشنواره رو برای خودش مجاز دانست که از بازی تحریم تیه داش کنار بکشه،
فقط خطاب به خود تحریم کنندگان بود، اعتراض به معترضین. خب این که کاملا تریبون دوست داشتنی است برای جشنواره. یادآور اون دیالوگ فیلم حکم آقای کیمیایی است که عده‌ای میرن یه جو دزدی و بعد شروع میکنن به باز کردن زخم‌های کهنه. یکیشون میگه آقا اگه شما می‌خواستین درد دل کنین می‌رفتین کافی شاپ. و حالا الان بحث اینه اگه آقای حسینی می‌خواست اعتراض به معترضین بکنه که خب میره پشت تریبون جشنواره‌ای که دو سال پیش بابت همین نمایش داده نشدن فیلم آشغال‌های دوست داشتنی محسن امیر یوسفی، ایشون به عنوان یک بازیگر اون فیلم جایگاه مشاور رسمی دبیر جشنواره رو رد کرد. به یک معنایی شبیه تحریم نیست؟ چگونه اون موقع تصور می‌کرد که خود رد کردن یک مقام مشاوره رسمی جشنواره به معنای اعتراض و به سوی دفاع از اون فیلمی که بازی کرده رفتن؟ اما الان اساساً وقتی که میخواد حضور پیدا کنه چه نیازی هست که به تحریم کنندگان جشنواره و بزرگترین فردشون که آقای کیمیایی است در وصف فیلم ایشون که اصلاً ندیده احتمالاً تا اون موقع بیان بکنه که نامطلوب بودن فیلم تو رو به جدا شدن از جشنواره واداشت؟ چیزی که برای من اهمیت داره نقض گفتار خودشه. بله آقای پوریا، البته آقای حسینی در نامه اولش یکی از بحثاش این بود که جشنواره فیلم فجر فرصتیه برای فیلمسازان جوان، فیلمسازان تازه کار که همه یه سال کار کردن، تولیدات هنری داشتند، باید اونو به نمایش بگذارن و این فرصت نباید ازشون گرفته بشه. در نامه دومش هم که در واقع بعد از اون نوشت توضیح داده که من منتقد نوع رویارویی با مردم پرسشگر در سال 88 هستم، منتقد اتفاقات تلخ نوع مواجهه با اون هستم، منتقد کشته شدن هموطنان هم در آبان ماه هستم. بله، ولی من عرض میکنم که وقتی شما همه اینها رو به عنوان مقدمه مطرح میکنی که در یک تریبون رسمی که اسمش جشنواره فجر حاضر بشی، فیلمی که خودت به عنوان بازیگر در جشنواره داری، فیلم آن شب نمایش داده میشه ولی نمیرسی به جلسه نمایشش، فیلم دیگری به اسم شین که ایشون تهیه کننده و بازیگرش بوده اساسا در جشنواره نبوده. در واقع به یک شکلی برای اینکه این تریبون طراحی بشه، تأمین بشه، این فیلم رو به شکلی در خارج از مسابقه نمایش میدن که خودش هم توی جلسه اشاره میکنه که این لزوما یک رانت نیست و هر فیلم دیگری اگر نامه نگاری میکرد، مراحل اداری رو طی میکرد، میتوانست خارج از مسابقه نمایش داده بشه. همه این تدارکات چیده میشه که ایشون بیاد و حالا اینجا اون اعتراضهایی رو که الان شما واژگانش رو ذکر کردید از دل متنهاش بیان نمیکنه، اشاره ای نمیکنه. ضمن اینکه اون یادی که میکنه از آقای بهروز وثوقی در این مقطع اتفاقا هزینه ای است که جشنواره فجر حاضره بپردازه برای اینکه اون چیزی که دبیر جشنواره و مدیرانش هرگز حاضر نشدند، حاضر نمیشن بگن، چون یک صدام آقای کیمیایی در فضای فرهنگی و مناسبات اجتماعی و زیستی ایران شناخته شده و محبوب نیستن، حاضر نمیشن بگن که بهتر بود ما به احترام کارگردان قدیمی وقتی میگه دوست ندارم فیلمم در جشنواره نشون داده بشه فیلمشو نمایش نمیدادیم. چون حاضر نمیشن اینو بگن، بسیار آراسته است و بی هزینه است براشون که آقای حسینی حضور پیدا کنه، حالا یک نامی هم از بهروز وثوقی بیاره، چون که بی اثره و ترتیب اثر داده نمیشه، خیلی برای اونا بی هزینه تلقی میشه که حالا کسی اینو بگه به عنوان یک بازیگر محبوب که تعدادی از مردم کم هم نیستن بگن راست میگه ها، و این خیلی برای دبیران جشنواره بی هزینه است که از این طریق پاسخ بزرگ تحریم کننده ها رو که آقای کیمیایی باشه بخوان بدن، هرچند که پاسخی شایسته نیست. متشکرم از شما امیر پوریا، منتقد سینما. امروز مهلت ثبت نام در مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال ایران به پایان رسید و به نظر می‌رسد که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران 9 نامزد برای ریاست ثبت نام کردند. این در حالی است که همین 3 روز پیش سرمربی جدیدی برای تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. فوتبال ایران در برزخ است. در حالی که مسئله حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال حل نشده و تیم‌های پایه یکی یکی حذف شدند، حالا همه نگاه‌ها به تیم ملی مردان بزرگسالان است. تیمی که موفقیتش می‌تواند سپر بلای فدراسیون فوتبال باشد. اتفاقی که نظیرش را در سال‌های اخیر دیده‌ایم. همینطور دیدیم که شکست‌های تیم ملی و ماجرای شکایت چند میلیون دلاری مارک ویلموتس چگونه پای رئیس مصطفی سابق را به تخت بیمارستان کشید. حالا نوبت انتخاب رئیس جدید است.
آن هم در انتخاباتی که معادلات قدرتش اصلا مشخص نیست. 9 نفر ثبت نام کردند، از جمله سرپرست فعلی که خود به عنوان نایب رئیس در لیست سایر رقبا هم هست، هرچند بعید از حیدر بهاروند از حصار بازنشستگی رد شود. اینجا بیرون فدراسیون فوتبال یکی دیگر از کاندیداها، حبیب کاشانی، مدیر سابق پرسپولیس که او هم اتفاقا جزء بازنشسته هاست. خب بذار این نفر که شما یه کاری میکنه هر کی استعفاش بگیره پس بره، صبر کنید، عجله نکنید، باز این مرحله اول از آدما تایید بشن، بعد آراشونو بیارن، بعد دوباره نایتن خدمت شما میرسن. اهالی فوتبال میخواهند خون تازه‌ای در رگ‌های عالی‌ترین نهاد فوتبالی کشور دمیده شود. انتخاب دراگان اسکوچیش اما کمکی به این ماجرا نکرده. ولاد به نظر من آقای اسکوچیش باید یه چیزی هم بده به تیم ملیمون، به فدراسیونمون باید یه چیزی بده. و خب دیگه اینقدر فوتبالمون به حال مربی که خب حالا سوابقش هم مشخصه تو ایران و الان شده وقتی میشه سرمربی تیم ملی یه برند میشه، برند جهانی میشه. البته در آخرین مصاحبه سرپرست دبیر کلی فدراسیون نهایی شدن قرارداد اسکوچیچ تایید نمیشود. خب سرمربی تیم ملی با توجه به انتخابی که شده در حال حاضر در حال بازدید از امکانات ما هستش، در حال حالا فکر میکنم که داره باشگاه های ما رو رصد میکنه، فکر میکنم در اولین فرصت هم انشالله برنامه ما داشته باشه. قرار دادم انشالله امضا میشه. چیزی بیشتر از یک ماه به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران مانده و در زوریخ سوئیس فدراسیون جهانی فیفا نظارگر است تا ببیند رئیس جدید این عضو پردردسرش چه کسی خواهد شد. هرچند با قاطعیت میتوان گفت فیفا هرگز در بازی‌های انتخاباتی اعضایش وارد نمی‌شود. پوریا جعفره، بی بی سی. میلیون ها نفر از مردم چین از تعطیلات سال نو بازگشتند. مقام های چین از شرکت هایی که خدمات دارویی و غذایی ارائه می دهند خواستند تا فعالیت خود را از سر بگیرند. همزمان خیلی از مدارس تا اواسط ماه آینده در چین تعطیل خواهند بود. قربانیان ویروس کرونا در دنیا به 813 نفر رسیده. آمار قربانیان کرونا از آمار قربانیان سارس در سراسر جهان پیشی گرفته. ویروس سارس در سال 2003، 17 سال پیش، جان 774 نفر را در 24 کشور گرفت. فرین آسمی گزارش می‌دهد. تصاویری از ابتلای افرادی به ویروس سارس 16 سال پیش در بیمارستانی در استان گوانگدونگ در چین. آن زمان هم چین به پنهانکاری درباره اپیدمی سارس متهم شده بود که از بازارهای تره‌بار در گوانگدونگ چینگ آغاز شد. این بار هم حکومت چین متهم است به هشدارهای این پزشک لی ونلیانگ نه تنها توجه نکرده بلکه او را تهدید کرده به اتهام انتشار اطلاعات دروغ بازداشتش می‌کند. دکتر لی خود یکی از قربانیان ویروس کرونا شد. در مقابل این دکتر جوان که از اواسط ماه گذشته در بیمارستانی در ووهان به ویروس کرونا آلوده شده بود سلامت خود را بازیافته. وقتی به ویروس آلوده شدم خودم خبر نداشتم. فکر میکردم سرما خوردم ولی بعد تب کردم. بعد شک کردم که نکنه به کرونا مبتلا شدم. ترشحات بزاقم رو آزمایش کردم و دیدم که بله مثبته. اما امیدوار هم بودم. فکر میکنم همه باید امیدوار باشن. ما میتونیم بهش غلبه کنیم. اگر فکر کنین درمان نمیشین، هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه. سازمان بهداشت جهانی میگوید تمرکز ویروس کرونا همچنان در استان هوبی و مرکزش ووهان است. ما در دوره 4 روزه ثبات این بیماری هستیم و تعداد موارد گزارش شده افزایش نیافته. اما الان خیلی خیلی زوده که درباره تعداد پیش بینی کنیم. همزمان تعداد بیمارانی که در چین از کرونا رهایی یافته و از بیمارستان مرخص می شوند رو به افزایش است. اینجا در استان آنهوی در شرق چین 12 نفر این ویروس را شکست دادند. تعداد زیادی از بیماران از 2 روز گذشته از بیمارستان مرخص شدند. ما مطمئنیم که در مبارزه با اپیدمی کرونا پیروز می شیم. کمیته سلامت ملی در چین گفته تا روز شنبه 2649 نفر در سراسر این کشور بعد از ابتلا به ویروس کرونا سلامت خود را به دست آوردند. اینجا در روستای لکونتامین در نزدیکی آلپ اما وحشت از اپیدمی کرونا افزایش یافته. همه درباره این ویروس حرف می‌زنند. 5 شهروند بریتانیا که در اینجا اسکی می‌کردند به ویروس کرونا مبتلایند.
اگه ویروس پخش نشده لازم نیست ماسک بزنید. الان هم نشده. فکر نمی کنم ویروس پخش شده باشه، ولی میتونیم تصور کنیم در یک هفته تغییراتی رخ بده. باید ببینیم. بر اساس اطلاعاتی که بهمون میرسه تصمیم میگیریم. اما الان میتونیم ببینیم که هیچ کس ماسک نزده و زندگی عادی در روستا در جریانه. این کشتی تفریحی هم که حامل 4000 نفر است حالا اجازه یافته وارد هنگ کنگ شود. مسافران این کشتی از روز چهارشنبه منتظر بودند تا جواب آزمایش چند مسافر ویتنامی مشخص شود. حالا در هنگ کنگ بحث بر سر این است که آیا مسئولان باید اجازه ورود مسافران به کشور را بدهند یا نه. به نظر می رسد به دلیل وحشت از ویروس کرونا اکثر مردم به احتیاط بیشتر تمایل پیدا کردند. فرین آسمی، بی بی سی. 92مین مراسم اسکار 5 عصر به وقت لس آنجلس بامداد دوشنبه به وقت تهران در هالیوود برگزار میشه. اونطور که بهمن کلباسی از روی فرش قرمز اسکار گزارش داده، پیش بینی نتایج رأی امسال اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بخش‌های بهترین بازیگری زن و مرد سخت نیست، ولی رقابت برای اسکار بهترین کارگردانی و بهترین فیلم سال نزدیکه. در میان نامزدهای اسکار یک فیلم کره‌ای و یک مستند سوری هم از بخت بالایی برای موفقیت برخوردارن. فرش قرمز آماده ورود ستارگان و اهالی سینما که به امید به خانه بردن مجسمه طلای اسکار به اینجا می آیند. مهمترین جایزه سینمایی آمریکا در 24 بخش به نامزدهایی که حدود 9000 عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به آنها رأی بیشتری دادند خواهد رسید. در بازار داغ پیشبینی جوایز اصلی شب، اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن به احتمال زیاد به رن زلوگر برای نقشش در فیلم جودی میرسد. روایت 6 ماه آخر زندگی جودی گارلند، خواننده و هنرپیشه معروف آمریکایی که در سال 1969 در سن 47 سالگی درگذشت. اسکار بهترین بازیگری نقش مکمل مرد هم قریب به یقین به ستاره‌ای خواهد رسید که با وجود شهرت جهانیش هیچگاه برای بازیگری اسکار نبرده. کارشناسان میگویند این تلسم برای براد پیت به خاطر نقشش در فیلم روزی روزگاری در هالیوود خواهد شکست. تقریبا شکی وجود ندارد که مجسمه طلایی برای بهترین بازیگری نقش اول مرد هم به واکین فینیکس برای کار درخشانش در فیلم جوکر خواهد رسید. این فیلم همچنین با نامزدی در 11 بخش از بقیه جلو است. برخلاف جوایز بهترین بازیگری زن و مرد، پیش بینی دو جایزه مهم دیگه شب قدری مشکل تره. بهترین کارگردانی و البته بهترین اثر سال. اونهایی که سالهاست حال و هوای هالیوود دستشونه میگن گویا که فیلم 1917 با اون فیلمبرداری زیباش از مأموریت دو سرباز در جنگ جهانی اول دست بالا رو داره، اما یک فیلم از کره جنوبی معروف به انگل ممکنه همه رو شگفت زده کنه. اگر این فیلم واقعا موفق بشه، نخستین بار در تاریخ اسکار خواهد بود که یک فیلم غیر انگلیسی زبان به جوایز مهمی مثل بهترین کارگردانی و بهترین اثر سال میرسه. خیلی ها بر اساس اینکه فیلم 1917 جوایز دیگر مثل بفتا و گلدن گلوبز رو برده و برگزیده حلقه منتقدان فیلم هم بوده، میگن پس حتما اسکار رو هم میبره، که اگر بشه امسال سورپرایزی نخواهیم داشت. اما این احتمال وجود داره که فیلم انگل بتونه برای اسکار بهترین فیلم سال بر 1917 غلبه کنه یا دست کم در بخش بهترین کارگردانی برنده بشه، علاوه بر بخش بهترین فیلم‌های خارجی که قطعاً انگل اسکار را خواهد برد. کارگردان فیلم علت استقبال از انگل را بازگویی دردهایی می‌داند که جهانی است، البته با هنرنمایی دیدنی بازیگرانش. به نظرم موفقیت فیلم 3 دلیل داره. استفاده خارق‌العاده بازیگران از صورتشان برای ابراز حس و حالت‌های مختلف که حتی بدون نیاز به دانستن زبان کره‌ای میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد. دیگری سخت بودن پیش‌بینی وقایع در فیلم است و در نهایت مسئله اختلاف طبقاتی شدید میان فقیر و غنی است که همه جای دنیا هست. در بخش فیلم‌های مستند هم اثری تکان دهنده
از بیمارستانی زیرزمینی در سوریه به نام قار مورد توجه منتقدان قرار گرفته. تصاویر واقعی از تلاش پزشکان و پرستاران برای زنده ماندن و زنده نگه داشتن زیر بمباران جنگنده های ارتش سوریه و حامیان روسیش که 4 عضو تیم فیلمبرداری هم در آن کشته شدند. مستندی دلخراش که اگر برنده شود جایی هم در موزه اسکار خواهد داشت. موزه‌ای که ساختش 400 میلیون دلار خرج برداشته و قرار است به زودی در لس آنجلس افتتاح شود تا خانه‌ای باشد برای تاریخ سینمای آمریکا و فیلم‌های موفق بین‌المللی. We have an incredible collection. The Academy has over. ما مجموعه بی‌نظیری داریم. شامل بیش از 13 میلیون قطعه یادگاری از فیلم‌های 100 سال اخیر. از متن و عکس گرفته تا لباس‌هایی که در فیلم‌های مختلف استفاده شده. ما در این موزه انواع تجربه‌های تعاملی را هم برای مردم آماده کرده‌ایم. And there will also be interactive moments, a couple of special exhibitions that are interactive. از موزه اسکار تا فرش قرمز آن. فقط چند ساعت تا گرد هم آمدن نام‌های آشنای دنیای سینما و آشکار شدن داوری هزاران رای دهنده آن باقی است. پرزرق و برق ترین شب هالیوود که برگزار کنندگان امیدوارند 10 میلیون آن را زنده دنبال کنند. بهمن کلبوسی، BBC، لس آنجلس. ما بهمن کلبوسی از لس آنجلس کالیفرنیا با ماست. بهمن، باز اسکار شد و خوشگل خوشتیپ کردی، رفتی رو فرش قرمز، بگو اونجا چه خبره؟ به پای هنرپیشه ها و ستارگانی که اینجا خواهند آمد نمیرسم، در نتیجه تلاش بیفایده است، ولی به هر حال یکی دو ساعت دیگه رنا شاهد خواهیم بود که میان ستارگان سینما، به خصوص اونایی که نامزد شدن. امسال خب براد پیت میاد که به طب مورد توجه خیلی هاست و خیلی های دیگه که در دفعات قبل مثلا هنرپیشه های زنی که 2-3 تا به اصطلاح جایزه بردن امسال در دیگر جشنواره ها، درنچه اگر این رو هم ببرن چهارمی میشن و فقط چند نفر در تاریخ سینما هستن 4 تا جایزه اصلی آمریکا رو پشت سر هم بردن. درنچه خیلی ها میخوان ببینن نتایج چه خواهد شد، به خصوص همونطور که در گزارش آمد سوال اصلی این است که آیا فیلم بهترین اثر سال، جایزه بهترین اثر سال به 1917 میرسه یا به دیگری. ولی همزمان اسکار با انواع اقسام چالش های دیگه هم روبرو بوده. یکی این که در این 20 نفری که در بخش بازیگری نامزد شدن، نقش اول و دوم زن و مرد، فقط یک نفرشون سیاه پوسته، بقیه همه سفید پوستن. این سوال رو دوباره مطرح کرده که چگونه است که رای دهندگان با اینکه از 6000 به 9000 رسیدن در این سالهای گذشته و قرار بوده این کسانی که اضافه شدن عمدتا جوانتر باشن، از اقلیت‌های نژادی باشن، ولی باز هم به نظر میاد که به اصطلاح اونهایی که سفید پوست هستن بیشتر نامزد میشن. این یکی از مسائلی که قطعا توی سخنرانی ها مطرح خواهد شد، به خصوص که مجری ثابتی نداره و مجریان مختلف میان بخش های مختلف رو ارائه میدن. و البته این واقعیت که اسکار نگران این هست که بخش بزرگی از جوانان دیگه نه اونقدر سینما میرن، نه اونقدر این مراسم رو نگاه میکنن، در اینچه حفظ تعداد رای دهندگان که سال گذشته بود 30 میلیون بود و اگه مثلا 20 سال قبل اون برگردیم 60 میلیون بود، خیلی نگرانن که این یه مقداری کاهش پیدا بکنه. به همین جهت چالش های اصلی که اسکار داره امشب یکی این است که پاسخ بده چرا همچنان تنوع کافی در میان نامزدها نیست، و بعد همین که آیا میتونن نگه دارن حداقل 30 میلیون بیننده رو، و البته نگاه ها به این که چه کسی بهترین لباس میبوشه و چه کسی زیباتر هم به تبع بخش بزرگی از حضور رسانه ای است که اینجا هست توجهش روی این چیزا خواهد بود. متشکرم بهمن کلبوسی، خیلی بهت خوش بگذره، سلام گرم ما را هم به آقای براد پیت برسون. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم، ممنون که ما بودید، فعلا شب خوش.